خیلی خوش اومدی. همونجوری که میدونی و مشخصه احتمالا من آنتالیام. یه روزه از استانبول یه سفر اومدم آنتالیا، پس ببین ویدیو چقدر میتونه برای من مهم باشه. قبل از اینکه ویدیو رو با من ببینی، میخواستم یه تشکر بکنم از اسپانسر خوب این قسمت که باعث اصلا ایجاد این ویدیو شد، آماندا گروپ، شرکتی که تو حوزه اقامت‌های مختلف دانشجویی اقدام می‌کنن توی ترکیه، قبرس شمالی، کانادا و کلاً هر سوالی مربوط به مسئله دانشجویی دارید می‌تونید ازشون بپرسید. دمشون گرم که همچین ویدیویی رو ساپورت کردن. امکانش برای من داره کم کم فراهم میشه که برم سفر و یه حالا نیمچه مستندایی که شما دوست دارید براتون بگیرم. این ویدیو رو با من ببین، به خاطر اینکه خیلی باحال حس و حال خود من نسبت به این ویدیو تو این یه ماه همش بهش فکر کردم، گفتم آقا تامارا قراره چیکار بکنه با این حیوان جلوی من و من خیلی دوست دارم ببینم این ویدیو رو، به این حس و حالی که تو اینستاگرام دیدم و دوست دارم از نزدیک ببینم. خلاصه که شما هم زحمت بکشید اسپانسر رو حمایت کنید، پیجشون رو میذارم فالو بکنید و هر سوالی هم داشتید برای اخذ اقامت دانشجویی میتونید ازشون بپرسید. میدونید دیگه خیلی ها قصد مهاجرت دارن این روزا و چه راهی بهتر از دانشجویی و تحصیلی که میتونید از این دوستان توش کمک بگیرید. خیلی چاکریم، با من ویدیو رو ببینید. خب تامارا خانوم، من یه ماه منتظر این ویدیو هم میدونید یه خودت دیگه و اینکه دمت گرم که این موقعیت رو ایجاد کردی که بتونیم همچین چیزی رو اینجا بگیریم. تامارا دقیقا کی و چه نقطه ای تو اصلا متوجه علاقت به این بچه ها شدی، به این حیوان ها شدی، چه اتفاقی افتاد؟ ببین علاقم که اگه بخوام بگم که اصلا از بچگی من علاقه بسیار شدیدی به حیوان داشتم. فرق نمی کرد حیوان خانگی باشه، حیوان بیرونی باشه، حیوان جنگلی باشه، کلا علاقه شدید به حیوان ها داشتم و بابام هم همیشه حمایت میکرد. میگه من حتی یکی از خاطراتم اینه که من حتی بوزم توی خونه توی آپارتمان نگه داشتم، انقدر یعنی حیوان دوست داشتم. ولی به این حیوان ها اون سالی که ایران بودن، یعنی دلفیناریوم برج میلاد رو داشتن احداث میکردن، هنوز پی دلفیناریوم رو نکنده بودن، من گفتم من میخوام اینجا کار کنم. واسه همه هم عجیب بود چون میگفتن دختری نه بابا اصلا همچین چیزی، ولی خب ما کردیم دیگه. داریم میریم خون بگیره بچه. چرا باید خون بگیری همش ازشون؟ فکر کنم جالب باشه براشون، به خاطر اینکه خب باید سلامتیشون چک بشه و این خیلی خیلی مهمه. بعد میدونی کلن خون گرفتن از این حیوانا برای اینکه اینجا هست. سلام جانم مامان. بله دخترم، بیا بریم خون بگیریم. کامبیز امروز اومده ازت فیلم بگیره. مامان جان بیا دخترم. نه ترس کامبیزه، نگران نباش، دوست منه. کرگا. خب یکی از مراحل خیلی خیلی مهم مربیگری اینه که مهارت اینو داشته باشی که بتونی از این حیوانا خون بگیری، به خاطر اینکه خیلی خیلی مهمه. باورم نمیشه اینجوری خوابید، مگه میشه اصلا همچین چیزی؟ بله مامانش هر روز این کار بعد اتفاق بیفته؟ نه هر روز نه، معمولا توی ماه دو بار این کار رو انجام میدیم، به خاطر اینکه چک میکنیم دیگه مثل آدما. چقدر بانمک. بعد دردش میگیره بچه؟ نه این کار هم میکنیم که وسط خون گرفتن نفس بتونه بکشه، اذیت نشه، بتونه بیشتر بمونه. میخوای نفس بکشی؟ آبروم رو نبری. آخه عزیزم چجوری نفس کشید؟ اوا چند سالشه؟ اوا به زودی میره تو 7 سالگی. آخه 7 سالگی یعنی نوجوونه اوا الان؟ آره کوچولو هنوز. نیبه من اینجا با یواشکی با دوربین نشستم، دوربین داره براتون میگیره، اون ور داره خون ازش میگیره، من نرفتم نزدیک که استرس نگیره بچه. میچرخونم خونم ببینی. عجیب ترین چیزی که از اوا یا بچه هایی که قبلا باشون کار کردی یاد گرفتی تو زندگی چی بوده؟ عجیب ترین فکر میکنم که از همه حیوانا اون عشق و مهربونی و محبت رو نمیشه گفت عجیبه، ولی خیلی بیشتر میشه یاد گرفت. چقدر دختر خوبی بود. قربونت برم. چقدر دختر خوبی بود. سر و صدا نکرد بچه. برو اون بر. باری کلا مامان جان. باری کلا دخترم. آفرین ایوا.
یا باریکلا دخترم چقدر خانوم بودیش ایوا جونه مامان آفرین یه بوس بتا بارونید بینم من جونه مامان آفرین دخترم ببین من یه جا خوندم که نوشته بود که دلفینا تا 20 سال اسمشون یادشون میمونه یعنی یه تیکه هوششون مربوط به یادآوری و خودشون هم بین خودشون ظاهرا نامگذاری دارن درسته آره. چیزی توی فامیلاشون هم دیگه رو با اسم صدا میکنن مثلا اصغر کبرا بعد یه اون وسط ایوا ایوا فکر کبرا و ایوا وای گوه گود جاب مامی نکردنیه آفرین دخترم بشیم دوسته هوپا وای یعنی چی؟ مگه میشه؟ براو ایوا وای باورم نمیشه یه باری دیگه کاری میکنی همین پرشو دوباره انجام بده؟ آماده ای؟ یادونم میدونم کنچو براو ماما وای بر آقا اینو ببین الان همینجا اینجا وایسا از مستقیم بگی اومدی برو پاپا واه مگه میشه همچین چیزی مگه میشه ایوا بله میشه میشه؟ بذار بیام نزدیک بهش بگم مگه میشه میشه؟ ببینم ایوا مگه میشه؟ آره بابا آره میشه قربونت برم من جون ماما نفسم کامیز میخوای نزدیک ببینیش بیارمش بیرون؟ قربونت برم آره آره اینجا بگیرمش اصلا سلام بذار بیام این وقت تو نور خوب ازش بگیرم سلام ایوا جانم یه بوس بده ببین فکر میکنی اگه یه روز ایوا میتونست با زبون خودت صحبت کنه اولین جمله‌ای که بهت میگفت چی بود؟ مامان دمت گرم دمت گرم خیلی سختی کشیدی ولی آفرین بگو مامان مامان خوربونه دارم مامان 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 مامی ببین درسته که دلفینا عاشق میشن من چند تا داستان شنیدم که حتی عاشق مربیاشون شده بودن و یه بارم یکی ظاهرن حالا نمیدونم این داستان واقعی یه چیز خودکشی کرده بوده آره ببین خودکشی رو نمیدونم ولی میدونم که یه مربی با دلفینش رابطه هم داشته و جالبه که من شنیدم که ظاهرن جز معدود حیوانایی که با احساس سکس میکنه یعنی آره غریزه نیست فقط نه غریزه نیست ولی امیدوارم که غریزه نباشه هیچکی نمیدونه اینا رو فقط میشه حدس زد خب داری چیکار میکنی شما؟ پیش ایوا شما رو خانم چیه اونا توش؟ توش ماهی و یخونه نگاه برو بریم جانونم برو بریم بزنم بیارم یکم باش بازی کنم تو بسکتبال میاری؟ سلام مامان جان صداشو ببین مامی چقدر قشنگ دور زد اون زیر بچه واقعا تو به اون سنگینی رو میگی شوخی میکنی با من چقدر محکم میندازه واسه باز یه جا دیگه خوندم که وقتی میخوابن دلفینا نصف مغزشون بیداره و با یه چشم
یه چشم باز میخوابن درسته؟ تو این صحنه رو یعنی دیدی خوده؟ به آره، من چون معمولا میخوابن، میدونی که دلفینا آب شش ندارن، شش دارن، مثل ماها نفس میکشن، به خاطر همین بعد از یه طرف مغزشون استفاده کنن که بتونن نفس بکشن. و ششهشون هم مثل که خیلی بزرگتر از حالت عادی ما میتونه نفس. خیلی بزرگتر از انسان هست. من خوندم که نصف مغزشون هم بیشتر به خاطر این بیدار میمونه که بتونه در واقع در برابر خطر هم خودش رو. آره. حالا ما داریم در مورد حیوانایی که با سوفضای طبیعی هستن صحبت میکنیم. آره. نه گرفت مامان جان. آه یه چیز باحال یاده اوا دادم. نگاه کن با خودش بسکتبال بازی میکنه. نه باورم نمیشه. آفرین مامان. ببین صدای سوت تو بود؟ آره. چرا سوت میزنی؟ به خاطر اینکه تاییدش کنم. آها نمیشنوه. این آره اوا صدا من نمیشنوه. برو مامان برو بازی کن با خودت. بسکتبال بازی کن ببینم. نه اللهی من قربونت برم. یه با دیگه یه با دیگه نه دلفینا عصبانی هم میشن. حالا میخوام ببینم اصلا خود اوا شده تا حالا وسطی شوی مثلا عصبانی از دست مردم یا شرایط و اینا بشه؟ ببین عصبانی که قاعدتا میشن دیگه، اینا هم حیوانن. خب اگر اولا که احساس خطر کنن 100% اون خوی وحشیگریشون رو میتونی ببینی، ولی اینکه عصبی بشن از دست مردم آره شده. مثلا شنابا دلفین ما قبلش یه اطلاعاتی به مردم میدیم که مثلا این کارو نکنین، خواهش میکنیم مثلا، ولی اینطوری نشده مثلا که بخوان مثلا مهمترینش چیه که نکنن؟ ببین حیوانو محکم بغل نکنین، یا مثلا حیوان مثلا ازتون فاصله میگیره دست نندازین بگیرینش، میدونی که اذیت نشه. خود تجربه با ایوا تو شو داشتی که اتفاقی بیفته؟ با ایوا نداشتم، ولی با یه شیر دریاییم توی ایران داشتم. بوریس. بوریس. من با یه شیر دریایی کالیفرنیایی کار میکنم که اصلا قد و هیکلش ماشاءالله واسه خودش یه آقایی بود. وقتی میگی شیر دریایی کالیفرنیایی، واقعا از کالیفرنیا اومده؟ آره از نژاد کالیفرنیا. چه جاله. فکر میکنم 2 متر در 400 کیلو 500 کیلو آره وزنش بود. اتون بنده خب من میگم همیشه حیوانا مقصر نیستن برای مثلا حالا این حرکت های اینطوریشون یا مثلا حمله کردن. همیشه میگم تقصیر خودمونه یا اینکه مثلا مربی وقت خیلی دقتشو ببر بالا. آفرین مامان جان. نه برو عقب برو عقب. چقدر گوش میده. ببین من چیزی که خیلی تعجب کردم تو ویدیویی که اون روز دیدم این بود که ای وای باورم نمیشه تو این توپو اینجوری میندازی. پدسته. خب چی؟ تو یه چیزی بهش میگی میگه آره. یعنی چی اصلا همچین چیزی؟ آره؟ نه آره؟ آره. الهی قربونت برم چه جوری تو میگی چجوری آره؟ چجوری میگی آره ماما؟ چجوری میگی آره؟ بگو چجوری. اعصابت خود شد مامان جانا. دست میزنه؟ دست میزنی؟ چی کار میکنی؟ قربونت برامان ماما. اگه میتونستی یه چیزی ازش بخوای از ایوا حالا که مطمئن بودی گوش میده و برای همیشه عمل میکنه، چی میخواستی ازش؟ برو تو دریا واسه خودت زندگی کن. مامان بازی کردی دیگه دخترم. چجوری دست میزنه برامون؟ یه دست بزن برای بچه ها فهم ما رو خیس نکن. دست سوخته. اینم برای بچه هایی که میگن ایوا گوش نشه نمیدونم کار میکنه. بیا اگه گوش نش بود الان اینو میخورد دیگه. نه 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 واها گرفته دهنش میده این برو بر این رقصی پدر سوخته. تو چقدر بانمکی آخه کره اصل کره اصل خنده نباد. عجیب ترین اتفاقی که تو کارت واسط کلن تا الان افتاده چی بوده؟ یه اتفاقی که یادت مونده باشه. عجیب ترینش این بود که من یه دلفین داشتم اسمش چیکو بود و خیلی هم مدت طولانی باهاش کار میکردم. این که همیشه بعدشو وقتی میرفتم توی آب بغلش میکردم اصلا اصلا نمیدونی چه جوری بود. همه نگاه میکردن که واقعا این داره چیکار میکنه. یه جوری تو بغل من رها میشد و من نازو بغلش میکردم، اصلا انگاری توی دنیای دیگه بودیم با هم و واقعا این حسمون توصیف نکردنی. من به شدت دلم براش تنگ شده. دختر منی تو یا
برو. یه بازی هم داریم ما. چه بازی داریم شما؟ بازی یخ پرانی. آن یخ دوست داره؟ آره. چرا یخ دوست داره؟ خیلی عجیبه. ببین یه جو تشویقی حساب میشه و اینکه من حالا توی ویدئوهای خودم هم گفتم یه وقتی توضیح دادم که خب این حیوانا چیز منجمد، ماهی منجمد میخورن دیگه. آها. آره، به خاطر اینکه اون آب بدنشون تأمین بشه به غیر از هیدریشنی که میکنیم یخ هم بهشون میدیم. یخ دوست داری؟ آیه آیا؟ چقدر تو صدات قشنگی آخه، پدر سوخته خوشگلی آخه خدا. از اینجا ازت بگیرم؟ چکار میکنی؟ بذار بیاد تو دوربینت، بذار بیاد تو دوربینت. داستان تتوها چیه؟ من چند تا تتوی دلفین و چیز دیدم. تتوهام دوست دارم در موردشون توضیح بدم، به خاطر اینکه این اولین تتو منه. یعنی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم تو زندگیم یه روز تتو بزنم، یعنی همیشه باش مخالف بودم، ولی اینو به خاطر لئونا زدم، شیر دریاییم که 3 سال پیش متاسفانه از دست دادمش به خاطر سرطان کبد داره. و هر موقع هم در موردش توضیح میدم واقعا بغضم میگه. امیدوارم الان اوکی باشم بتونم ادامه بدم اگر اونا اجازه بدن. خب خوب اونا باعث شدن که بغضم نگیره. آره آره، وقتی لئونا رو زدم تقریبا 3 ماه افسردگی گرفتم و فکر میکنم بعد از این تتو بود که با خودم گفتم خب الان لئونا رو ندارم ولی همیشه یادگاریش پیشم میمونه. آخه آره. بعد ببین حرف زدن تو خیلی جالبه، مثلا میگه که یکی از شیر دریایی ها، مثلا تو کسی رو پیدا نمیکنی تو زندگیش بگه یکی از شیر دریایی ها. میدونی که من تنها دختریم که میتونم، یا تنها آدمی هستم که میتونم بگم یه دلفین دارم میتونه حرف بزنه. آفرین تامارا میتونه بگه من دلفین دارم روپایی میزنه، چون واقعا من دیدم امروز روپایی میزنه. آفرین، ولی خاصا جمله بندی عالیه. میگه من یک از شیر دریایی بودم، فکر کنم بیشتر جواب میده. میبینم که با کامبیز جان آشنا شدیم مامان جان. رفیق شدیم دیگه. آره. وای یه مامان میگی قربونت برم انقدر قشنگ میگی. ببینم اونی که رو گردنته چیه؟ اینم نهنگ هامپکه. یه داستان داره، نمیدونم شنیدی در مورد نهنگ 52 هرتز. آره. اینو دارا دوستم تو استدیوش روی دیوار استدیوش گذاشته، من استوری کردم. داستانش که صداش به کسی نمیرسه. آره. تنها ترین، البته امیدوارم که بر من اتفاق نیفته. تنها ترین حیوان ظاهرا. و اینکه میتونم بهتون بگم با جرئت یکی از مهربون ترین حیوان هایی که از قد وزن بزرگترین توی دریا و اقیانوسه، ولی انقدر قلب مهربونی داره. من آرزومه که یه روز بتونم باشون شنا کنم. داستانشو بگو چون الان ما رد شدیم ازش. نهنگ 52 هرتز داستانش اینه که انقدر فرکانسش پایینه که نمیتونه با نهنگای دیگه ارتباط برقرار کنه، به خاطر همین تنهاست همیشه توی اقیانوس. و این خیلی جالبه به خاطر اینکه هم دلفینا هم نهنگا کلا توی خانواده زندگی میکنن. فکر کن تو همیشه تنها بشی. وایسا یه مامان. آقا اجازه بده بگو مامان. ای قربونت برم مامان. اینجایی که میبینید اتاقیه که باش تمرین میکنه، در واقع اتاق استراحتشه اینجا. آها. آره. این صدای چیه؟ بابا هلیکوپترم بلدی دراری؟ هلیکوپتر در میاره؟ هلیکوپترم کجا در؟ دیدی مصد موتورم بلده بچم داره. ملونشو مگه چجور دگو؟ عاشق ملونشم دیجوری دگم میکنم. جان من چه نفسی داد بیرون بچه. ببین اگه یه خونه داشتی که حالا یه استخر خیلی بزرگ داشت، یه دونه از این گونه ها رو قرار بود نگهداری، دلفین رو نگه میداشتی تو خونت یا؟ ببین سوالت عجیب غریبه، ولی میدونی من اگه خونه داشتم استخر بزرگ داشت دلفین نمی آوردم توش نگه دارم. آها از اون لحاظ. از اون لحاظ
واقعا دلم میخواست که اینا آزاد باشن. یعنی من خودم به شخص با این که مربیم، یعنی هر لحظه اگر امکانش باشه ایوا رو میگیرم بغلم میبرم میگم آره دیگه حسن. آره این اصلا خوب شد تو ویدیو صحبتشو کردی. خب این بالاخره تو حرفته و نه حیوان واسه توه نه محیط واسه توه و اینا باید همه آدم ها درک کنن که این یه حرفه توه و خودت. تمام سعیم و واقعا میتونم بگم به جرأت تمام سعیم دارم میکنم که ازشون به خوبی نگهداری کنم. من با چشای خودم دیدم دیگه، اینو من تایید میکنم، نگهداری کنم و ازشون بابت اینکه بیزینسی دارن استفاده میکنن حداقل به نوبه خودم بتونم یه کم این اینو کاهش بدم. یعنی در برابرش همیشه هم میدونی دوستان بهم میگن تمام تو یه نفری ولی 100 نفر میخوام پول درارن، تو اون یه نفر وایسادی اصلا پشت سرت حیوانن تو اون یه نفری، ولی خب چه میشه کرد آقا دیگه. برو واسه خودت حال کن مامان جان، تمرین تمام. بابا دمت گرم. این چی بود؟ آخر یخو بود. حال کردی؟ تمام شد مامان جان. منم دارم میرم. خدافظ. خب اینم از امروز. فکرم میخوای بزنی من بگیرم اینو. حرکات جنگولی نظری چی هست؟ همینجا یهو بریم سوار موتور.